مراسم برافراشتن جنده حضرت علی، تدابیر امنیتی از سوی نیروهای امنیتی در اطراف و حومه شهر مزار شریف به گونه جدی اتخاذ شده بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می که امسال مراسم جشن نوروز با حضور نزدیک به 200 خبرنگار که از بیرون از افغانستان و از داخل افغانستان رسانه های میدی و بین‌المللی است، این مراسم تحت پوشش قرار می دهد. خوشبختانه تلویزیون پیکان در تنها رسانه محلی در ولایت بلخ است که این مراسم به شکل مستقیم به خدمت بیننده های عزیز خود تحت پوشش قرار داده. و آنچه که مهم از وی است که گفته میشه در مراسم امروز برافراشتن جنده حضرت علی و همچنان برگزاری جشن نوروز، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی در این مراسم اشتراک میکنند. خوشبختانه حضور زیاد از بانوها در اینجا دیده میشه و ما مصاحبه‌ای که سبتی در اینجا داشتیم، آرزوی تمام کسایی که در این مراسم آمدن صلح دائمی در افغانستان است. مردمی که از گوشه و کنار چنگال یک تبر فریاد میزند که نمان سن نباشه، هیچ مادر به سوگ فرزندش اشک نریزه و گلی مخم در هیچ خانه هموار نشه. اگر شما وقت کافی برای من میتونید، من میرم در قسمت بالا با مقامات محلی بلخ که در ایجا حضور دارن صحبت میداشته باشم. بله. اما قسمی که شما میبینین ایجا استیج هم به خاطر سخنرانی مقامات ایجاد شده و ما میخوایم با کماندان صاحب امنیت را باید پیدا کنم امروز صحبت داشته باشم به خاطر تامین امنیت بهتر مراسم جشن نوروز. خیلی هم تعداد زیاد است در سال روزه شریف و من شایست تصویر مهمانان که با جشن نوروز آمده شما خدمت بیننده عزیز تلویزیون پیکان و هنوز هم تعداد زیاد در حال آمدن هستند. صحبت که ما با سخنگوی پلیس بلخ داشتم، اونا از تلاش نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت نه تنها جشن نوروز بل 40 روزه که مزار مهماندار خواهد بود و میله گل سرخ در اینجا ادامه خواهد داشت، نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا تامین امنیت بهتر را اتخاذ کنند و اطمینان مقامات و مسئولین امنیتی در شمال ایست که هیچ گونه نگرانی امنیتی جدی در شمال مخصوصا بلخ وجود نداره و مردم میتونن با خیال راحت مراسم جشن نوروز و میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار کنند و به پیش ببرند. ما در مجموع چهار اطراف روضه شریف و بلند منزلا و سرایا جایی که مسافرین می بودند تصفیه تلاشی شد و نیروهای امنیتی و جا بجا هستند، هم از بخش کشفی هم استخباراتی. و در مجموع ما خوبی در اینجا است که از قطعات خاص از کماندو اسپیشل فورس و جمع تیم هوایی هم موجود است که گزمه های سیار خود دارند و تیم های بلاکی که ما داریم به قسمت های آسیب پذیر است که دشمن نتانه که یا حمله راکتی یا تهاجمی داشته باشند. به فضل خدا وضعیت خوب است. بعد از این ما تدابیر خود داریم تا حدی که ما بفهمیم که مردم جنایتکار یعنی اخلال میکنند، ما تدابیر خود تا همون وقتی داریم که مراسم ختم شود و بعد از مراسم هم تدابیر است. قسمی که برای شما گفتم یکی از پلانهای ما پلانهای سرسبسازی است. ما در تمام نواحی دوازدگانه خود نهالشانی جریان داره، از ماه هود جریان داره و تمام جزیره های سبز ما دوباره ترمیم و سبز کرده روان است. برنامه های متنوعی برای خوشی و تفریحی برای شهروندان بلخ و مهمانان که از ولایت میاد، ریاست اطلاعات فرهنگ، کمیته فرهنگی و رهبری محترم مقام ولایت در عین حال شخصیت های ملی و نهادهای فرهنگی در بلخ در نظر گرفتند که از اول نوروز الی چلومی نوروز برنامه های متنوعی هم موسیقی، نمایشگاه های نقاشی، کتاب، صنایع دستی، رفتن به طرف دشت شادیان، گودی پران بازی و موضوع آتش بازی که ان شاء الله امشب آتش بازی و موضوعات مختلف روی دست گرفتیم و انشاءالله که یک برنامه های متنوعی در داخل شهر بیرون شهر برای مهمان ها و شهروندانی که در داخل بلخ هستند در نظر گرفتن انشاءالله اجرا میشد.
خب به خاطر سال نیومدیم که ما به خاطر جنده بالا دیگه و سال 1400 به تمام هموطنانم تبریک میگم، خدا کنه یک سال پر از خوشی داشته باشن و خنده به لبانشان باشه. و اینجا آمدیم خیلی امنیتش خوب است و امسال از دیگه سالهای گذشته که امنیتش بهتر است دیگه به تفریح آمدیم. سال گذشته به خاطر ویروس و کرونا آمده نتونستیم چون اشتراک نکرده بودیم، دیگه امسال اشتراک کردیم. خیلی یک سال چی گفتین؟ سال خب هم شهریان عزیزم یک سال پر از خوشی میخوایم که خدا کنه امسال خیلی یک سال باشه که بتونه خوش باشن و خنده به لبانشان باشه و هیچ وقت نتونن غم ببینن. خوش میکنم. ما میخواییم خداوند این سال پر نیک بسازه، خداوند پا و قدم این سال 1400 نیک بسازه سر تمام مسلمان ها که مسلمان ها آرام شوه، خداوند این مرض ها رو از سر مسلمان ها دور کنه، از تمام جهان دور کنه. ما زیاد خوشی میخواییم که جوان های ما خوش باشند این سال 1400. خداوند میربان است، حال خوب است وضعیت امنیتی، یعنی ما کلگی شکر الحمدلله با آرامی شیشتیم دیگه. خداوند با بسیار خوشی از جنده مولا بالا شوه و ما آرام باشیم. خدا شکر. گرچه که سال 1399 یک سال بسیار بد بود برای کلگی ما، شرایط کرونا بود، خیلی اوضاع امنیتی کشور ما خراب بود، کلگی ما در ترس و وهم بودیم، اما از خداوند آرزو را دارم که سال 1400 ما بهترین سال باشه، خوشی های زیاد باشه، در کشور ما صلح بیایه، آرامی بیایه، همیشه هم وطنای عزیز ما چی در خارج از کشور، از بیرون از کشور همیشه خوش خندان باشن و خودم هم همچنان. وضعیت امنیتی به نظر من نظر به دیگه ولایت ها، مزار شریف خیلی امن است، داخل شهر مزار شریف بسیار امن است و فعلا هم که ما دمیج در روضه شریف قرار داریم خیلی خدا امنیتش بالاست، عسکرای ما و خدمتگارای وطن ما خیلی به ما کمک میکنن، امنیت ما رو میگیرن. بیننده های عزیز، فعلا نزد کاکای بزرگوار ما هستیم یا هم امروز آمدن، میخوایم که احساسشان در ارتباط به یک امسال بخیر جهنده حضرت علی کرم الله وجهه بر افراشته میشه بشنویم که عزیز و پر افتخار و چی نیت آمده. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. الحاج محمد انور انصاری هستم، یکی از باشندگان شهر مزار شریف. سال نو است، میلی علنی گل سرخ است و کلی مردم به خاطر برافراشتن جنده شاه نجما خلیفه چهارم اسلام همیجا گرد آمدند. یک سال نیکو، یک سال خوشبختی، یک سال صلح سراسری در جهان، خصوصا در افغانستان که همه تشنی صلح هستند. تشکر. جناب آقای صاحب، شور شوق مردم را چطور میبینین؟ امسال چون سال گذشته ما نداشتیم مراسم، اگر داشتیم هم بسیار کم رنگ بود. امسال چطور از مردم به نظر شما نظر به سالهای گذشته خوبتر شده یا نه که بنوز هم مشکلات وجود دارد؟ با فضل خداوند همه امراض کووید 19 که سراسر جهان تهدید کرده بود و خصوص در افغانستان و با ارتباط همه مرض کووید 19 نتانستن که مردم ولایت های افغانستان در میلی علنی گل سرخ شرکت بکنن، امسال با فضل خدا کلگی با یک امیدواری بزرگ که دست با دعا میشن که خدا با برکت سال نو یک سال خوشبختی، یک سال سراسری در افغانستان بیاید، کلگی با یک شوق و ذوق خاصی شرکت کنن. تشکر. سلامت باشید. تشکر. بینده های عزیز، میخوایم که به او طرف نزدیک پنجره بریم. تعداد زیاد از هموطن های عزیز ما حضور پیدا کردن، میخوایم که از آمدنشان و از شور و شوقشان که آمدن به خیر امسال، میخوایم که از این مراسم دیدن کنن و امسال چگونه آرزو کردن، حتما در یه ارتباط صحبت های می داشته باشیم. شما ما رو دنبال کنین، حتما تصاویر بسیار خوبی از جریان جنده بالا بر شما انشالله می داشته باشیم و در این قسمت قسمی که شما می بینین هموطنان زیاد ما خصوصا طبقه خانما در اون طرف پنجره هستن، می خواهین این مراسم
از نزدیک ببینن. میخوایم که در ارتباط با آمدنش اینجا صحبت داشته باشیم. نام خدا، نام خدا. خیلی جمع جوش است و خواهرای گرامی ما از صبح وقت با اینجا آمدن و میخوایم که این مراسم از نزدیک ببینن. میخوایم که با می بیبی جان ما که جان نشسته صحبت کنی. سلام بیبی جان. سلام علیکم. مای نامتون گفت. نامتونی. خوب هستی؟ شکر خوب هستم بچه. جانتان جور است؟ شکر سلامت باشی بچه. اینه بخیر، بعد از تقریبا یک سال، یک و نیم سال، دو سال باز از نزدیک آمدین به زیارتگاه اینجا میبینین از نزدیک مراسم، چی احساس داری؟ احساس دارم بچه که خدا وطن ما را آرامی کنه، یک سل بخیر در وطن ما بیاره، یک جان جور کل مسلمان ها ببینه دیگه. اینه میره آرزو داریم بچه خند. امیری شما و سر شما سفید شدم و سل نومد؟ نه قربان چوام سل. بخیر باشی خاله جان، تشکر، سلامت باشی. بی بی جان ما آرزوی بسیار خوب داشتن به خاطر آمدن سل و ببینیم که دیگه کی علاقمند است که صحبت کنیم. آها اینجا فکر کنم یک علاقمند پیدا کنیم. سلام. سلام به شما. شما خوب هستید؟ خوب هستین بانو گرامی. سلامت باشین. شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ با چی نیت، با چی آرزو امروز آمدین بخیر که مراسم از نزدیک ببینین؟ با یک نیتی خوب خوشی آمدیم، به خاطر جنده آمدیم ببینیم که چطور بالا میشه، چه قسم است، چه قسم نیست. اولین بار است که آمدیم اینجا. بار اولتون است آمدین؟ سالای دیگه از خانه میدیدین یا نه که از مهمون آمدین از جای دیگه؟ چرا؟ بله از ولایت بدخشان آمدیم، سالای گذشته از طریق تلویزیون میدیدیم، امروز از نزدیک بخیر میبینیم. امروز هموطنای ما در بدخشان شما را میبینن از طریق تلویزیون؟ شاید ببینن. بله. چی آرزو کردین برای بدخشانیان زیبا و همچنان برای هموطنان عزیزتان در افغانستان؟ به کل مردم آرزوی خوبی خوشی را دارم، یک سلی سر تا سری در تمام هموطن خود دارم. حضور خانم‌ها را چطور میبینین؟ پر رنگ است؟ بله بسیار خوب، خانم‌ها زیاد هستن اینجا. تشکر از شما. از شما سلامت. هموطنان عزیز ما از گوشه و کنار افغانستان به بلخ آمدن، مهمان هستن. امیدوار هستم که بتانیم درست میزبانی کنیم و همچنان این مراسم بخیر سپری شود. فعلا همکار بسیار عزیز ما فروزان جان نزدیک ما هستن، مسئولیت بر او میسپاریم تا با هموطنان عزیز ما صحبت های داشته باشن. سلام فروزان جان. شکر. زنده باشن. سلام به شما. سال نو شما مبارک. شما مبارک. زنده باشن. چه احساس دارید؟ بسیار خوشحال هستم در امروز در بین مردم هستم و سال 1400 با هم تجلیل میکنیم. پرتیتم تبریک باشه. از شما همچنان. سلامت باشین. مسئولیت بعدی به دوش فروزان جان است، همکار بسیار خوب ما از بخش رادیو و خبر تلویزیون. انشاءالله صحبت ها را ادامه میده، با ما باشین، ما را دنبال کنین. و سلام دقدم میکنم به گردانندگاه پیک پیغامی دارستم که همه ایشان جور صحتمند باشد. بینندگان عزیز قسمی که میبینید برنامه شروع شدن و مردم با شکوه آماده است و اینجا حضور پیدا کردن تا جهنده حضرت علی را بلند بکنند در این مکان مقدس. و میریم با آقای عادل. عادل صحبت می داشته باشیم در رابطه با برنامه امروزی که امنیت چگونه است؟ تشکر. من در قدم نخست سال نو 1400 هجری شمسی را به شما و به تمام بیننده های تلویزیون شما از صمیم قلب مبارک باد میگم. آرزوی یک سال خوب و خوش برای همه اعضای افغانستان دارم. دقیقا نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی ویژه را در تمام انساعات شهر مزار شریف اتخاذ کردن. الحمدلله تا فلحال که من امرای شما صحبت میکنم وضعیت کاملا خوب است. نیروهای امنیتی مشترک تلاش نهایی خود میکنن که جشن 1400 در یک فضای مسئول برگزار بگردن. بله. خب این جشن تا 40 روز ادامه دارن، تا 40 روز وضعیت امنیتی را چگونه شما تدابیرش گرفتین و امشب هم قرار است که برنامه های مختلف اجرا شود در روضه شریف؟ دقیقا مطابق پلان همه موارد گنجانده شده که نیروهای امنیتی مشترک با در نظر داشت شرایط امروزی تماما موارد در نظر گرفتن که باید او تدابیر امنیتی گرفته شود. امشب هم که ما یک مراسم آتش بازی هم داریم و انشاءالله که تدابیر از او هم در نظر گرفته شده، ما آنچه که در توان داریم قوت های امنیتی و دفاعی ما
در قسمت تامین امنیت مراسم جشن نوروز و فرد فردی کشور آماده هستند و از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نمیکنند. بله، و حضور مردم چگونه است؟ به نظر شما نسبت به سال قبل، سال قبل که به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد و قبل از او چگونه بودن؟ خب امسال سال 1400 البته با در نظر داشت شرایط امروزی متفاوت است، نسبت به سالهای گذشته کم رنگ است، ولی شما میبینین بان هم که جوش و خروش مردم هر لحظه در جمع زائرین مردم اضافه میشن و مردم در اینجا حضور میآیند. ما به مردم ولایت بلخ و مهمانایی که به بلخ میان اطمینان میدیم که نیروهای امنیتیشان به خاطر برگزاری مسئول این جشن از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نمیکنند و آماده هستند، و خواهش ما می است که شهروندان شهر مزار شریف در هر نوع موارد مشکوک میبینند با نیروهای امنیتیشان تماس بگیرند و در قسمت تامین امنیت نیروهای امنیتی و دفاعی را یاری برسانند. سپاس از شما، باز هم سال نو خوب داشته باشید. تشکر همچنان بر شما و برای همکارانتان تبریک میگم. همچنان مصطفی وردک فرمانده قول اردوی 209 شاهین ایجا حضور یافتند و قرار است تا دقایق بعد این مراسم بگونی را آن خواست. آه آردش باشم. بسرک هستم. بسرک. بسرک برخش. آه بسرک برخش. من هستم. از دوستان خواهش میکنیم که لطفا نظم و مراعات بکنین، در جایگاه خود قرار بگیرین تا برنامه رسما آغاز میشه. لطفا لوچه تخلیه کنین. لطفا و همچنان از دوستای نظامی ما، همکارای نظامی ما خواهش میکنیم که لوچه ترک بکنن. شما دیدین محمد فرهاد عظیمی والی بلخ، همچنان مصطفی وردک فرمانده قول اردوی 209 شاهین قطعه تشریفات معاینه کردند و تا لحظات بعد مراسم نوروز 1400 به گونه رسمی آغاز میشه. گفته میشد که از مرکز کشور هم در این مراسم مهمانان میآیند، اما دیده شد که در مراسم جشن نوروز امسال از مقامات مسئول از مرکز کشور کسی تا حال نیامده و قرار است بدون اونا مراسم جشن امروز، جشن امسال امروز در شهر مزار شریف برگزار شد. دولتی اینجا حضور یافتن و برنامه را شما به طور مستقیم میتونید ببرین و همچنان سخنرانی والی صاحب را در این برنامه. مراسم که رسما شروع شد مستقیم میریم سر مراسم و همچنان صحبت هایی که والی صاحب در برنامه امروزی میتونه داشته باشه.
آب زنید راه را این که نگار می رسد، مجددهید باغ را بوی بهار می رسد. فصل زیبایی لحظه شگفتن لبخند و ایای مجدد طبیعت به شما مردم با عزت افغانستان و بلخیان عزیز مبارک باد. جناب محترم قمندان صاحب قول اردوی 209 شاهین، وکلای محترم مجلسین شورای ملی، رئیس و اعضای شورای منتخب ولایت بلخ، علمای کرام، نمایندگان سیاسی کشورهای دوست و همسایه، قمندان محترم حمایت قاطع، اهل رسانه و مطبوعات، خانواده های معزز شهدای افغانستان، میمانان معزز، عزار گرامی، خانم ها، بلخص موین صاحب وزارت امور زنان و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نمایندگی از حکومت مرکزی و مردم ولایت بلخ، تشریف آوری تمام عزیزان را به ولایت بلخ، زادگاه مولانا و آرامگاه مولا علی، خیر مقدم و خوش آمدید میگویم. حضور شما میمانان عالی قدر و بزرگوار را از تمامی نقاط کشور گرامی می‌دارم. اجازه دهید تا سال نو 1400 خورشیدی این سال نیکو را به نمایندگی از شما مردم با عزت ولایت بلخ و میمانان گرامی به جلالت مآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، معاونان محترمشان، اعضای محترم کابینه، رئیس و اعضای محترم شورای عالی صلح، اعضای محترم ستر محکمه، رئیس و اعضای محترم مجلسین شورای ملی، نمایندگی های سیاسی کشورهای دوست و همسایه، قوای مسلح افغانستان و تمامی ملت بزرگ افغانستان، تبریک و تهنیت عرض بدارم. بدون شک گرامی داشت از نوروز در زادگاهش یادگار تاریخی و کهن است که ریشه در فرهنگ، هنر، عرف و پیوندهای بومی این سرزمین دارد. ما در آستانه گرامی داشت از 5700مین سال تاسیس بلخ باستان قرار داریم و این تاریخ کهن و عظیم نشان دهنده عمق فکری، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مردمان این سرزمین است. روزگار بلخ مرکز تبادل فکر و فرهنگ، مهد فقه و معرفت بود. چی قبل از اسلام و چی بعد از اسلام، سرزمین بلخ سرتاج اندیشه و معرفت در منطقه بوده است. کافی است که خاک بلخ به پرورش فرزند بنازد که موجب پیوند دولت‌ها و ملت‌های جهان و افتخار تاریخ بشریت و عرفان شده است. و او جز مولانا جلال الدین محمد بلخی کس دیگری نیست. اندیشه و افکار آن بزرگ مرد جاوید و راهنمایانش پاینده باد. تا یک قرن گذشته کشور ما گرفتار مشکلات زیاد شد و مردم ما هزینه گزاف پرداختند. آرزومندم که طلوع قرن جدید همان گونه که با باران رحمت الهی همراه شده است، دوام آن با لطف بیکران او که بدون شک صلح و آشتی یکی از الطاف او تعالی می باشد همراه شود و صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخورد
و تاریخ قرن 14 را به قرن پیشرفت و ترقی و انکشاف افغانستان ثبت کند. به قدر کافی درد کشیدیم، زجر دیدیم، بی پناه شدیم. نزد دوست و دشمن دست ما دراز شد. حالا وقت ترمیم خرابی ها و اعمار نابود شدگان است. حیف است که کشور به این عظمت، با این ثروت خوابیده و نیروی کار به جای پیشرفت، هر روز عقب گرد داشته باشد. جوانان ما هیچ کمبود و کاستی از جوانان دیگر کشورها ندارد. به جای ریختن خون فرزندان این سرزمین در سنگارهای جنگ بر علیه یک دیگر، چی خوب است که توانایی های فکری جوانان تحصیل کرده در آبادانی و عزتمندی افغانستان سوق داده شود. این تنها آرزوی است که هر افغان در دل می پروراند. فصل جدیدی در تاریخ بازسازی و اعمار شروع شده است. هر روز بندهای آبگردان اعمار می شوند. مدیریت آب که آبروی کشور است، تحت قیادت جلالت مآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حال تقویت و اجرا شدن است. همچنان خط آهن، جاده و توسعه تجارت امیدوار کننده در حال رشد است. در بخش صلح صفحه جدیدی گشوده شده است. بدون شک دیدگاه ما دیدگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. همان گونه که جلالت مآب رئیس جمهور فرمودند، نقطه اصلی آغاز گفتگوهای مسئولانه و ذات داشتن چشمانداز صلح و تعهدات طرفین است. ما به صلح علاقمند هستیم که جنگ را متوقف کند و کشتن افغانها را منع قرار دهد. آرامش و آسایش مردم تأمین شود. بودجه دولت به جای مصرف شدن در راه جنگ، در راه بازسازی و بهسازی کشور به مصرف برسد. عزار گرامی و هموطنان شرافتمند، در این فرصت نمیخواهم به ارائه گزارش از کارکردهای سال 1399 بپردازم، چون کمتر از یک ماه میشود که گزارش دولت به ملت از طریق رسانه ها و نشست های متعدد با مردم در میان گذاشتیم. در بخش تامین ارتباطات دولت با مردم و نظارت مردم از کارکردهای حکومت محلی تمرکز خواهم نمود و برای عملی سازی دیدگاه های مردم تدابیر لازم و اجرایی را اتخاذ خواهم کرد. به شما مردم وعده می‌سپارم که نظریات شما را به خوبی بشنوم و برای عملی ساختن آن از هیچ نوع تلاش دریغ نورزم. و شما مردم وعده می‌سپارم که حکومت محلی بلخ خدمتگزار شما باشد. دروازه های رؤسای ادارات دولتی بر روی شما باز باشد. نظریات همه شنیده شود. معیار ارزیابی رؤسای ادارات دولتی را وابسته به میزان رضایت مردم از کارکردشان قرار دادم و برای پاسخگو ساختن ادارات به مردم قاطعانه عمل می نمایم. شما مردم ضمن این که صلاحیت دارید، مسئولیت هم دارید تا از پروژه های انکشافی و زیربنایی که در شهر و ولسوالی ها تطبیق می شود نظارت کنید. شماره های ارتباطی ما از طریق رسانه ها و اینترنت پخش شده اند. با ما در ارتباط شوید و نقاط قوت و ضعف اداری ما را تذکر دهید و میزان رضایتتان را از پروژه هایی که تطبیق می شود با ما شریک بسازید. با تأسف باید گفت که تا هنوز پارک های سنتی دارای سرک قیر نمی باشد. این یک نقیصه جدی و چالش کلان در قسمت جلب و جذب سرمایه گذاری و صادرات کشور است. اولویت کاری خود در سال جاری همین دو موضوع را قرار دادم. امیدوارم که جامعه تجاری و تجاران دلسوز به کشور و وطن ما را تنها نگذارند و در کنار ما قرار گیرند. موضوع قابل دقت دیگر بحث سرسبزی و محیط زیست شهری و کوهستانات است. اقلیم مزار شریف عمدتاً در تابستان خشک و غیر مرطوب و در زمستان سرد است. جهت سرسبزی این شهر نیاز به مطالعه دقیق و ایجاد توامیت با مؤسسات و نهادهای مطالعاتی است. همچنان در زمستان ذرات آلوده کننده به شدت هوای شهر را صدمه می رساند.
و اکثریت مریضی های مردم ناشی از آلودگی هوا و محیط زیست می باشد. تعهد ما بر این است تا اماکن و مراکز آلوده کننده هوا را وادار نماییم تا مجهز به فیلترها جهت از بین بردن دود شوند و همچنان در بخش انتقال مارکت زغال سنگ و استفاده از آن به عنوان مواد سوخت تجدید نظر نماییم. در پایان بر خود لازم می دانم تا بر روی پاک شهدای کشور هم از قوای مسلح و شهدای ملکی درود بفرستم و از تلاش ها و زحمات نیروهای امنیتی در تمام بخش ها کمال تشکری و قدردانی را نمایم. از حضور یکایک شما و حوصله‌مندی‌تان سپاس گذارم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. زنده باد افغانستان، یش حسن افغانستان، تل دیوی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سال 1400 خورشیدی را از صمیم قلب برای شما تبریک عرض میکنم. اما قسمی که شما دوستای عزیز دیدین، محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در سخنانش اشارات داشت روی کارکرداش. والی بلخ اطمینان داد که بلخ تامین امنیت بهتر صورت میگیره و جرایم جنایی که در شهر مزار شریف مواردش باقی مانده او هم از بین خواهد رفت. مراسم جشن نوروز در شهر مزار شریف در فضای کاملا امن برگزار شد. برخلاف سالهای قبل، امسال هیچ یک از مقامات از مرکز کشور به بلخ نامده بودند. اینجا قسمی که شما میبینین تعداد زیادی از مهمانان که از سایر بخشای افغانستان به مزار شریف به خاطر جشن نوروز آمدند، در اطراف جنده حضرت علی دیده میشن و ما میخوایم یک کسی را باید صحبت کنم که معلومات زیادتر برای ما بدن. سلام چوری صاحب، سال نو شما مبارد. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. سلامت.
مازم خود مزار شریف هستم. امسال چگونه بود مراسم جشن نوروز و برافراشتن جنده حضرت علی؟ امسال این موفقانه انجام مید. انشاءالله که مهمان ها بخیر آمدن و بازدید کردن از سال نو از جنده مولا. اما قسمت که ما شما شاهد بودیم سال که گذشت یک سال خوب برای مردم افغانستان نبود، ویروس کرونا، ناامنی، افزایش حملات مخالفان، سال که ما در روز نخستش قرار داریم چگونه یک سال آرزو داریم؟ انشاءالله سال بسیار خوب و خوب و خوش باشه که مردم آرام آسوده زندگی خوب داشته باشند. تشکر. بخیر باشه. میایم به این ساحه نیت میکنن، آرزو میکنن، تیکه، دسمال، هر چیزی که نزدشان میباشه که آوردن و به می جا و داخل همی مکان می اندازن و می خواهیم که با یک از دوستای دیگه ما صحبت کنم. شما می بینین اولا دوست ما فلم برداری کنه. سلام. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین، اطمان هستین، بخیر هستین شما؟ تشکر. چند ساعت منتظر مانده که بخیر؟ من اولا از امسو وقت اومدیم در اینجا هستم دیگم. آره وقت شانس پیدا شد که اومدم در اینجا. دو طرف پنجره بودیم. بله. والا امسال هم اخ سال اول من دیگه سال قبلا تجربه شده نداشتم، مگم بسیار یک سال جالب است، واقعا بسیار جالب است. والا ما هم تو فکر نمیکنیم که باید اندازه کشف فاج باشه، مگم واقعا بسیار جمع جوش است و بسیار خوب به شکل خوبش تجربه شد. واقعا خوب بودن مسئولین، واقعا به شکل امو دقیقش وظیفه خواه انجام میدادن، هر کس دیگه بسیار خوب بود. یعنی والا ما تا هیچ کمیت خاص نداشتم و حالا دوستان مرا گفتن باید نیت نکردی از اول. بله من نیت نکردم. بله شور و شوق مردم که میبینیم واقعا احساس میکنیم که هیچ گپی نیست. نام خدا میبینیم که مردم عزیز ما چقدر آرام هستن. خوب هستی؟ تشکر. خوب هستی؟ خوب بود، بسیار مزدار بود. بله خورده در میوه هم الان رو سنجد بود، بادام بود، چارمر بود. خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟